با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. علی سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. امیدوارم حالتون خوب باشه. من از لانگ بیچ تماس میگیرم. واقعیتش یه موضوعی هست که خیلی روم فشار آورده که دیگه مجبور شدم که زنگ بزنم. من یه خانم 31 ساله‌ای هستم که تقریبا 4 سال میشه ازدواج کردم. یه دختر 2.5 ساله دارم و 3 سال میشه که از افغانستان مهاجرت کردم، اومدم لس آنجلس. فرزند اول بین 4 فرزند هستم و مشکلی که دارم، من اضطراب شدید بیماری دارم. نصب کنید، اولا چی خوندید، چی میکنید؟ من توی افغانستان روانشناسی رو تموم کردم، ولی اینجا که اومدم، من شوهرم مهندسه و خودم آرتیست هستم، نقاشی میکشم. بسیار خوب. من واقعیتش هست یه مدتی هست که اضطراب شدید بیماری دارم، خصوصا بیماری سرطان، و اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. یعنی روز و شب فقط نشستم پای گوگل دارم سرچ میکنم، دکتر هم زیاد رفتم، امرجنسی زیاد رفتم، و حالتهایی که سراغم میاد همه همون نشونه و سمتومه رو توی بدن خودم احساس میکنم. یعنی اینقدر اذیتم میکنه که مجبور میشم برم دکتر. خب نکنید، بلکه واقعیت نداره. ولی خب من سال... نصب کنید ازم، ما یه دنیای واقعی داریم، یه عقل داریم. وقتی دنیای واقعی رو میذارید کنار، عقل رو میذارید کنار، چیکارش میشه کرد؟ شما فرض کنید یه سرطانی در مردم چند درصد احتمالش هست؟ بعدم شما کاری نمیتونید بکنید با نگرانی. تازه بزرگترین عامل شاید بسیاری از بیماری جمله سرطان این نگرانی و استرابه. خب قرار است که شمایی که روان نشناسی خوندید به خودتون برگرد بگید واقعیت نداره. برای اصلا برفرض که گرفتم، خب میرم معالجه میشم. برفرض که گرفتم نوعی طوری بود که معالجه رو، خب میمیرم دیگه، قرار بازی در میام صبح تا غروب. من که قرار نیست 1000 دفعه بمیرم، برای که یه دفعه میخوام بمیرم. اما مشکل منم همین مردنه. یعنی این مرگ انقدر یک ترس عجیبی توی وجود من گرفته، چون من وارد یه دنیای ناشناخته نمیدونم میشم که با یه ذره اطلاعاتی که دست من دادن، من گیج و مبهمم که چی میتونه باشه این. چی میتونه باشه؟ یعنی واقعیتش از عدم و نابودی میترسم. یعنی چه عدم نابودی؟ ترس نداره، این نیستی که اصلا نمیفهمید که نیستی. شما هیچ وقت شده که برید عمل جراحی عملی داشته باشی؟ نه تا فعلا. اوکی. حالا اگر آدمایی که میرن عمل میکنن، وقتی میرن جراحی بیهوششون میکنن، با کارد و چاقو میفتن به جونشون، شکمشون رو پاره میکنن، میرن سراغ قسمت های مختلف بدنشون، بعد وقتی به هوش میان هیچی هم یادشون نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که حسی نیست و احساسی نیست و نه دردی هست نه لذتی است، تو دهنشون هم عسل بذاری نمیفهمن. برای اگر من و شما مردیم و هیچی نبود، که اصلا به ما نمیگن که هیچی نبود. بله. شما که هوشیار نیستید که بگید گفتن شاید چیزی باشه، اومدیم اینجا دیدیم هیچی نیست. نه، مثل شما مثل آدمی که میبرنش رو بیهوشی، از اتاق عمل بیرون نمیاد. بنابراین شما برای خودتون که قرار نیست داستان بسازید که من از عدم میترسم، گویی آدم میره تو عدم میمونه، همچی چیزی نیست عزیز. اگر روزی به عدم رفتیم، در همون آن اول، حتی نه لحظه اول، هیچی رو حس و احساس نمی کن که ازش بترس. دردی نداره، پیانم میسوزه، دلم به بچه هم میسوزه. یعنی حق بازی ها یعنی چی؟ دلت به بچه تون برای چی میسوزه؟ یعنی چرا فکر کنید که اگر شما رفتید مثلا دلتون میسوخون، بازی ها چیه؟ حالا دیگه بند کردید به یک کسی دیگه، اول از مرگ خودتون و عدم و نیستی ارزه، حالا ولتون کردن چسبید به یه حق بازی دیگه از ذر زنی تمومش کنید. برای که این یه مندرور نیست که به دلایلی برای خودتون ساختید و جلوش میتونید بیستید عزیز. ما تو دنیایی هستیم، باز این مثالی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، تو ما نمیتونید به من بگید مورچه های دنیا مارن. شما نمیتونید بگید پله های دنیا دیوارند. آخه این دنیای واقعی نیست. شما میخواید واقعیت رو تغییر بدید، لوس کنید. من بیام به شما 100 دلار بدم، فردا صبح بیام میگم 100000 دلار هم بدید. شما میگید مرد تو من 100 دلار دادی. دلم خواست 1000 برابر شد.
شما دلتون میخواد یه چیز رو هزار برابر کنین که من اگر سرطان میگیرم و میمیرم بچم. آخه ما که نمیتونیم دنیا رو اینجوری نگاه کنیم عزیز. من الان در خدمتتونم، ظرف 24 ساعت آینده به 50 گونه 100 گونه مختلف ممکنه اتفاق برام بیفته بمیرم. من باید بیستم رجوم فکر کنم، برام کارش نمیتونین بکنین. برام خدمتتون عرض کنم، شما نگاه کنین به مطالعات استراب و استرس، استراب و استرس یا موجب بیماری ها میشن یا سبب تشدید بیماری ها میشن. اونم برخی از بیماری ها مثل سرطانی که شما میگید. خب شما صبح دوباره نگرانید، خب بل کنید خانم. برای خانم این زندگی چقدر اینقدر که اینقدر درد آور و رنج آوری، چقدر میخواید بهش بچسبید؟ برای چی میخواید بمونید؟ خواید دوتا آبگوشت بخورید، دوتا چلو کباب بخورید، یه دست کچرو، یه دست لباس بپوشید؟ پس برای چی آخه که اینقدر نگرانید که این مردید چی میشه؟ چی؟ یه سر واقع بین باشید. همینطور زندگی لذت بخش همیست، ولی خب این اضطراب بیماری عزیزم نگید یه جوری میگید مثل که مثلا اضطراب به سرخاله من و شماست داری میاد. اضطراب یه مندرآور ذهن شماست که آمدید گفتید حوادث جهان احتمالشون 1% نیست، 50%. دردشون 50 واحد، رنج نیست 500 واحد. یه دنیای ساختید غیر واقع کسان نیست. بعدم به بقیه مردم دیگه تمام مدت نگران بیماریه. من که اصلا نمیفهمم چیه. من اگر باورم کنید ظرف یک سال یک بار هم خودم، مگر تو بحثو گفته باشه، ظرف یک سال 5 ثانیه هم به مسئله مرگ فکر نمیکنم. مثلا موضوع من نیست. اگه مردم که مردم، بیدارم که نمیکنن، یعنی زنده ام که نمیکنم، یعنی آقا مردی دیدی تموم شد، که بعد من نگران یه چیزی باشم تموم میشه عزیز. بنابراین باش بجنگید، بگید اولا یک نمیگیرم، دو گرفتم معالجه میکنم، سه معالجه نشدم خب میمیرم. اینکه دیگه قرار نیست آدم از توش داستان بسازه که وای پر مگر بقیه مردم دنیا بالاخره یه جوری میمیرن. در بیاد از این فکر و خودتون درگیر کنید. بعدم فکر کنید مثلا شما یه آدم باهوش هستید که یک چشم گردید، بعد وقتی که اینا رو میاد برام هیستش کنه، هرگز دیگه نری سراغ این اینترنت لعنتی دنبال بیماری ها. مثلا تو عمرم نرفتم از این. من یه مقدار دارو دارم که وقتی میخوام برم پلو دکتر تازه، خواهش کنم یکی از همکارانم به اون دکتر بگه من چه دارو، مثلا میگم اسم دارو اون چی، مثلا بهم گفته بخور میخورم. حالا بسیاری از شما صبح تا غروب دارید ریسرچ کردید این دارو چیه، تاثیر افکتش چیه، این چه جوری میشه، اون فلان میشه. انگار من با 5 دقیقه 10 دقیقه مطالعه یه دفعه دکتر متخصص میشه. من توی یوتیوب هم همش میبینم دخترهای جوان سرطان گرفتن. منم در خب معلومه میبینید، خب معلومه وقتی شما نگاه میکنید. عزیزم باز ببینید شما چی کار دارید میکنید. شما وقتی نگاه کنید به دختران جوان میبینید از هر 1000 تاش 2 تاش میگیره، ولی وقتی شد 80 ساله از ای بسا از 100 تا یا 1000 تا 200 تاش 100 تاش میگیره، من نمیدونم. ولی شما که نمیتونید با این زندگی کنی. ببینید عزیز من، یه لحظه فکر کنی، اگر 1% هواپیماها سقوط میکردن، 1 نفر سوار هواپیما نمیشد. اگر از هر 1000 هواپیما یکی سقوط میکرد، هیچ کس سوار هواپیما نمیشد. بله. علتش این است که سقوط هواپیما یه چیزی نزدیک 200-300 یا 500 هزار یا حتی 2 میلیون نفره که یه سقوط ممکنه داشته باشه. شما که نمیتونید دنیا رو برای خودتون یه جهنمی بکنید که یه احتمالی که 1 در 5000 2000 500 100 بکنید که یه احتمال 50%. این کار رو نمیتونید بکنید. شما که نمیتونید به یه آدم نگاه کنید بگید 350 متره اون نیست. بله. بله بل کنید. بنابراین از شما الان کاری که میکنید، نه دیگه تو یوتیوب تش میبرید، نه تو اینترنت تش میبرید، نه درباره بیماری ها تحقیق میکنید، نه درباره داروها تحقیق میکنید. لطفا خانم دکتر ول کنید. بله جشن، ولی خوب نداره همینطوره. بله واقعا، یعنی فشار زیادی روم آورده از لحاظ عزیزان. ول کنید شما خودتون عزیزم، یه قاعده وجود داره، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. برید ورزش کنید، برید مطالعه کنید، برید
توی مهد کودک به بچه‌ها کمک بکنید، برید توی بیمارستان به مردم نیازمند کمک کنید، خودتون درگیر کنید. بله. نه اینکه بگیرید بشین فکر کنید که من حالا اگر این سرطان را بگیرم اون میشه بعد بچه‌م چی میشه. اصلا از این نظر سر عقل بیاد خانم عزیز. حالا اگه دلتون میخواد بیشتر با من حرف بزنید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم. اگه کتک کاری کافیه، به اندازه کافی کتک خوردین، میخواید برید استراحت کنید؟ نه واقعا صحبت کنم، خیلی صحبت. خیلی خب، بنابراین صحبتی ندارید، شما فقط حرف بیخودی میزنید. واقعیتش من اوضاع انقدر خراب شده بود که مثلا نصف شب پا میشدم با تپش قلب و نفسم برای چند ثانیه حبس میشد، دیگه مجبور شدم که برم روانپزشک. روانپزشک بهم کورس داد پاروکسیتین. الان مدت 3 هفته است که دارم میخورم، منو آرومترم کرده، ولی خب مثلا وزنم یه ذره کم کرده و اشتهامو کم کرده. مثلا میبینم که اشتهام کم شده، وزنم کم شدم، بازم میترسم، میگم خدایا چرا من وزنم کم شده؟ خب از خدا جواب نمیگیرید. خدا هیچ وزن کم شده دلیل داره، برای داروها سایدی افکت داره. از اون گذشت عزیزم، آخه ماجرا این است که شما که نمیتونید دنیا رو اینجوری نگاه کنید. شما رفتید برای روانپزشک، بدون دارو داده، ولی با دارو درمانی تنها که معالجه نمیشید. بله. شما چش به روان دارین دارین که این فکر رو نکنید. همین یه دفعه از خدا خدا یا من میگه تو حالا جواب بهتون داده که ازش سوال میکنید؟ به هیچ کس نداده. ببینید در بیاید از این افکار که من نصف شب بیدم. شما اون چیزی که شما میگید اسمش انگزایتی اتک، یعنی حمله استرابه که در حالت خواب اتفاق میفته. یه مقدار در این باره بدونید. من سی دی یا یو اس بی 8 ساعت است تحت عنوان ترس و استراب و وحشت. اونو یه بار بشنوید، بقیه هم همینطور، مثل افسردگی و استراب. خب یه دفعه بشنوید دیگه متوجه میشید اون چیزی که شما دارید انگزایتی اتکی. بعدم با دارو درمانی تنها که حتما نقش موثری برای استراب داره دارو، خیلی هم، ولی معمولا معالجه نمیکنه، برای اینکه مثل که سر یه علف هرزی رو کندی خود مرتبه در میاد. در خصوص افسردگی که تقریبا هیچ مطالعه‌ای نشون میده دارو درمانی تنها کار میکنه، ولی روان درمانی تنها کار میکنه. ترکیب اینا بهترین نتیجه میده. بنابراین شما باید با یه خانم روانشناسی از دوستان ایرانی از عزیزان افغان یه مقدار گفتگو کنید که ریشه این باوراتون از جا بکنه. این چیزایی که درست مثل من گفتید، شما که نمیتونید اینجوری ادامه بدید، شما که نمیتونید همینجوری حرف عجیب و غریب بزنید، شما که نمیتونید برید در خونه همسایه رو بزنید بگید شامتون رو بدید ما باید بخوریم، بعد بگید شما بگید مال ماست. آخ شما که نمیتونید همینجوری ادعا کنید. همینجوری من ادعا میکنم که من وزنم کم شده. خب کم شده کم شده، وزنتون رو کم کنید به دلیل داروتون یه مقداری هست، به دلیل نوع غذا و تغذیه‌تون هست، حالاتتون هست، علاوه اگر به یه چیزی بود که غیر عادی بود میتونید به دکتر مراجعه کنید، اونجا کمک کنه. تازه همین دارو هم یه چنین زمینه‌ای برای معمولاً کاهش وزن داره. حالا جالب اینه که داروهای ضد اضطراب افسردگی بیشتر اضافه وزن میارن. شما خب بقیه کاراتون هم درست نیست. تقریبا 2 هفته است که دارم مصرف میکنم. حالا اون البته میدونید این دارو حداقل 6 هفته باید باشن تا بشه تاثیراتشون رو دونست، ولی قبل از اون معمولا جوابی نمیده. بعد کمک عزیزم، استراب یک بیماری شایع انسانیه که شایع ترین بیماری انسان در طول تاریخ بوده و همکنون با استرس شایع ترین دومین بیماری افسردگی، ولی ساده ترینش هم هست. بنابراین شما اگر الان به من بفرمایید در جمعیت 300 مثلا 50 میلیونی امریکا چقدر آدم های استراب دارم، میگن حداقل 50 میلیون، یکی دوتا هم نیست، ولی قرار آدم به جنگش بره و درستش کنه. من اصلا چیزی به اسم استراب و بمزور اصلا نمیفهمم عزیز، برای که من با 4 تا P کار میکنم: Predict, Prevent, Prepare, Program، پیشبینی، پیشگیری، آمادگی، برنامه ریزی، با اون کار میکنم. برای با احتمالات کار نمیکنم. من گفتم من 50 جور مختلف ظرف 24 ساعت آینده میتونم بمیرم، 50 جور. ولی آیا قرار من تمام مدت به اینها فکر بکنم؟ ولی احتمال یکی از اینها 1 در 2 میلیونه، یکی دیگه 1 در 100 هزاره، یکی دیگه 1 در 50، یکی در 100. برای حالا فکر کردن مشکلی رو حل نمیکنه. تازه گفتم که اون چی که مسئله انسانه امنیت و آرامشه، و اون چیزی که دشمن انسانه استراب و استرسه. استراب و استرس، خب شما با این کار که استراب و استرس خودتون برای خودتون میخرید،
درست بسید که میرید کار میکنید $100 میگیرید، $90 رو پاره میکنید میرسید دور، حالا میرید با $10 باز زندگی کن. بعدم فکر کردیم مثلا با این افکار، بعد شما حق ندارید، من این جدی هم ها. حق نداری دیگه برید تو یوتیوب و اینترنت و در این باره مطالعات پزشکی بفرمایید. این درست مثل این که بگید از این بعد هر کس که تصادف شد رفت زیر ماشین، بذارید من بیام ببینم بدن له شده زیر ماشین چجوری. دلتون میخوا؟ نه خب نخوندید الان هیچی میرید سراغ اینا. من اینقدر این وضعیت زندگی مفلس کرده که من مثلا هر روز نقاشی میکشیدم، مشتری داشتم، کارم مثلا دیگه کلن نقاشی کشیدن بود. من این سقف رو تجربه کردم، بعد اون سقف که تقریبا 3 ماه پیشه که این اتفاق برام افتاد، شروع کردم کم کم به چک کردن بدن خودم. الانم هر روز مثلا از خواب که پا میشم شروع میکنم بدنم رو چک میکنم. لطفا دست نسته، تنها جایی که به شما گفتن میتونین هر هفته باشه، میتونه سینه‌تون باشه برای پیدا کردن یه چیزی، یا ما یه دفعه برید دکتر بذارتون پزشک این کارو بکنه. ول کنید، چه خودتون رو چک میکنید؟ نکنید عزیز، نکنید. اصلا به میزانی که شما خودتون درگیر این کارا میکنید، کار دست خودتون میدید. در بیاد اسم این استرابه، اسم این بیش از استرابه، فوبیاست، هراسه، بیش از هراسه، وحشته، پنیک. کار دست خودتون میدید. بعدم گفتم اصلا دلیل بیماری ها اینه، یعنی عامل غیر فیزیکی که موجب بیماری و تشدیدش میشه استراب و استرسه. اینا دشمنای ما هستن و شما قشنگ در رو باز کردید هر شب و هر روز از این دو میمان عالی‌قد به خوبی پذیرایی میکنید. اونا اومدن اونجا خونه کردن، من دیدم استراب و استرس نیست، نگو خونه شما. پس بنابراین یه قولی دادید سراغ یوتیوب و اینترنت و اینا برای بیماری ها نمیرید، هیچ هم حق ندارید صبح پاشید خودتون رو چک کنید که جای قلمبه زده بیرون یا نه، سخونی خورد شده یا نه، قده‌ای پریده بیرون یا نه. بله حتما تلاش هم میکنم. تلاش نکنید، نه سب کنید، همینجاست تلاش نداریم. ببینید در اصطلاح انگلیسی و روانی trying is lying، کوشش میکنم این دروغ، نه تلاش نکنید، نکنید. قول به شما میدم شما یه هفته بدنتون دست نزنید، بدنتون میگه حالا هم خوبه. و حق هم ندارید دیگه برید سراغ اینترنت و یوتیوب و هرچه هست، به هیچ وجه سراغ بیماری و مطالعات رو نمی کنید، ول کنید. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی ممنونم، همچنین سلامت باشید. مرسی، مرسی عزیز، خدا نگهدارتون.